مخاطبان گرامی، سلام و درود. بعد از شهر اودیوفکا در اوکراین خبر می رسه که شهر پوبدا هم سقوط کرده است. دبیر کل ناتو استولنبرگ گفته است که اوکراین حق دارد بر خاک روسیه حمله کند. این تازه ترین مورد از ابراز نظرهای دبیر کل ناتو است که بعد از تایید خبر واگذاری جنگندههای F-16 به اوکراین گفته شده و بازی دیرنگام با F-16 های تاریخ زده اروپا. F-16 هایی که به اوکراین داده میشه از نسل تیارات هوشمند نیست. در واقع اروپا سلاح‌های داغمی خود اول در اختیار اوکراین قرار میداد تا یک مدت جنگ بتوانند در داخل خاک اوکراین علیه روسیه حفظ بکنند. چرا اروپا به وقت ضرورت دارد تا خود به شدت تسلیح بکنند؟ اما یک حادثه اتفاق افتاده که تیاره L-96 روسی حامل سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پایتخت برزیل، یعنی وقتی که آمده که سوخت بگیره، یک شرکتی که باید تأمین کننده سوخت است به نام ویبرا انرژی از دادن سوخت و تیاره حامل وزیر خارجه روسیه خودداری کرده. چرا؟ ویبرا انرژی گفته که ما از تحریم های امریکا می ترسیم که مبادا شرکت ویبرا انرژی را تحریم بکنن، بنان ما به هواپیمای حامل شما نفت یا سوخت نمی رسانیم. با جالبش ایست که دولت برزیلیا باز یک رای پیدا کرد. به لاوروف پیشنهاد کردن که هواپیما را در ریو دو ژانیرو سوختگیری بکنه در یک جای دیگه. وقتی که طرف روسی امتناع کرد گفت نه، از هواپیمای ما اوروویرا وزیر خارجه برزیل استفاده کرد. گفت خو هواپیما رو خواهی شما اینجا بانین، این هواپیمای وزیر خارجه برزیل بگیرین و سفرتان ادامه بدین. پرواز بسیار جالب است. معلوم میشه که تنش در جهان با روسیه همچنان رو به افزایش است. کمپانی ها به خاطر گریز دور زدن از تحریم ها به شیوه ها متوصل میشن. خب اما دیروز چی اتفاق افتاده؟ پوتین با یک بمب افکن استراتژیک هسته‌ای در آسمان روسیه به سفر پرداخت. بعد از پرواز با بمب افکن استراتژیک TUM-160 که جدیدن ساخته شده و از مدل بمب افکن بسیار قوی و جدید است، پوتین او را آزمایش کرد، در آسمان روسیه بلند شد. 30 دقیقه در آسمان بود. وقتی که پایین شد گفت تجربه خوبی بود. نکته ای است که ما تجهیزات جدید و دست آورده، ما این تجهیزات بسیار عالی است، واقعا از نسل جدید است. خب پوتین 71 ساله با هواپیمای M160 TU که پیشرفت سفر کرد، این رو بسیار عالی توصیف کرد. این آدم بعدا توضیح داده که این تیاره قادر به حمل 12 موشک کروز است یا 12 موشک هسته‌ای کوتاه‌برد است که میتونه 12,000 کیلومتر بدون توقف و بدون سوختگیری پرواز بکنه. و همچنین تصرف یک شهر مهم توسط روسیه در جنگ اوکراین گزارش شده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح با تصرف شهر پوبدا
وضعیت خود را در خط مقدم جنگ اوکراین در منطقه دونتسک بهبود بخشیدند. تلفات ارتش اوکراین در جبهه دونتسک تا یک شبانه روز بیش از 410 نفر بوده و به شمول تخریب یک دستگاه تانک. نیروهای روسیه سه حمله ای را در منطقه رابوتینو خونسا کردند که تلفات ارتش اوکراین در جبهه خرسون به 50 نفر به شمول تخریب دو تانک رسید. خب این خوب روسیه. در اوکراین جتای جنگنده F-16 به اوکراین تحویل داده شده از طرف دنمارک و دیگر کشورهای از قبیل هلند. هم اینا در ذخایر نظامی خود که هواپیمای F-16 را دارند در اختیار اوکراین قرار میتند. استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که مرگ الکسی ناوالنی سیاستمدار منتقد روسیه و همچنان دستاورد جدید روسیه بعد از چند ماه در جا زدن در میدان جنگ به اصطلاح کافی است تا ائتلاف ناتو را به یک چیز به یک نتیجه برساند که فوری کمک های نظامی را به اوکراین از سر بگیرند. یعنی میخوای بگوی که ناوالنی کشته شدن دیدین؟ یعنی بنان ما تمام اسلحه را جمع بکنیم باید به زدن روسیه. معنایش این است. ای آدم گفت که عقب نشینی نیروهای اوکراین از شهر آفدیوکا بعد از ماها درگیری شدید یک چیز نشان داد که باید از دستیابی روسیه و دستاوردهای بیشتر جلوگیری شود. خب دستاوردهای بیشتر میدویدوف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که ما قرار است شهرهای بیشتری را تصرف بکنیم. و پوبدا یکی از شهرهای پس از آفدیفکاست که سقوط کرده. استولتنبرگ گفت من معتقد استم بهترین راه برای گرامی داشت یاد الکسی ناوالنی است که روسیه را وادار بسازیم که در جنگ توقف بکنه و اوکراین پیروز شود. این حرف دبیر کل ناتو است، اما معلوم میشه که یک حرف بیشتر رسانه‌ای است. دو سال است اینی میگه پا میزنه این میادن و تمام این گفتای دبیر کل ناتو را که آدم چیتمان بکنه در یک صفحه پیش نظر خود بگذاره کلش امی رقم است. میگه نگاه متحدان اوکراین به بسته کمک نظامی 61 میلیارد دلاری امریکا است. خب یامو حرف ترامپ به یادم آمد که شما پول نمیده، پول شگرنگ از ما میگیری، منتظر هستیم که از امریکا چه وقت پول به اوکراین میرسه. چرا خود شما نمیده؟ جالب نیست؟ استولتنبرگ میگه که ما منتظر هستیم که 61 میلیارد دلار که امریکا وعده کرده چه وقت به اوکراین میرسه. دانه که حدود 30 کشور در بغل گوش اوکراین است، اینا پول نمیتن. پس ترامپ راست میگه که من وقتی که به کاخ سفید پایین برسم و شما رو در چنگ روسیه میاندازم. خب البته آلی وعده هایی که میتن میگه سایر کشورها از جمله سویدن، کانادا و ژاپن کمک های خود افزایش دادن. یعنی جبهه اوکراین دوباره به هر شکل باشه اینا فعال میسازن تا از پیش روی ها جلوگیری شود. موضوع ناتو و جنگندای F-16 در نبرد اوکراین موضوع یک سال است تقریبا که هیچگاه تحقق نیافته. استولتنبرگ خب از سوال شد که چه زمانی میتواند جتای جنگنده F-16 در اختیار اوکراین قرار بگیره. گفت که من نمیفهم، با قاطعیت گفته نمیتونم. خب دبیر کل ناتو که گفته نمیتونه. پس معلوم است که چیزا همیش جنبه تبلیغاتی داره. F-16 که مثلا خب، اما قبلا گفت که ما طرفدار از این هستیم که از این بعد اوکراین باید بر خاک روسیه حمله بکنه. ما که میبینیم حالا اظهار نظر ها متناقض است، یکیش با دیگهش نمیخوانه، اما وقتی که اردوش قبول بکنیم چیزی به این نتیجه میرسیم که
ناتو بسیار با سرعت و در یک تلاش پیچیده آماده به جنگ با روسیه میشه. استولتنبرگ میگه که همه مایل هستند که F-16 ها هر چه زودتر به اوکراین برسد. اما این کلی گرده که در میانمای ازی است. اگر خلبان های اوکراینی به خوبی آموزش ببینند و نیروهای بخش تعمیر و مرمتکاری همی ما چون ما ورکشاپ میگه ورکشاپ های ترمیم و مواظبت از F-16 ها در خاک اوکراین مستقر شوند، یک پرسونل پشتیبانی از نظر تکنیکی ما میتونیم بگویم که تاثیر F-16 قوی تر خواهد بود. اما چیزی که ما به عنوان مثلا بیننده و دنبال کننده حوادث میتونیم بگوییم این است که وقتی که اینا تلاش بکنن که تمام تأسیسات حمایوی برای جتای جنگنده اینا در داخل خاک اوکراین مستقر بکنن، چه ضمانت وجود داره که او را روسیه پیشاپیش نزنند؟ چرا برای روسیه هدف است و خود شما میگنید و F-16 تیاراتی است که بسیار زیاد پیچیده است و تاثیرش زیاد است در تغییر معادله جنگ، مگر در برابر Su-35 و سوخوهای روسی چی کرده میتونه؟ خب البته این چیزهایی است که گفته میشه و خاصتا F-16 ها از نسل F-16 های هوشمند جدید نیستند، دو سه نسل قبل است از او جنگنده هستند، بنان با سوخوها و Su-35 روسیه اینا الان مقاومت کرده بتانند، ضمن از این که خب از کجا پرواز میکنن؟ اوکراین رو زمینه یا مثلا پروازگاه مناسب برای F-16 نداره، از کجا پرواز میکنن؟ غیر از این که از پایگاه ناتو در پولند پرواز بکنن، وقتی که تثبیت شود روسیه بسیار سهل و آسان میزنه پولند، همینطور نیست؟ خب معلوم میشه که تصمیم گیری درباره تحویل F-16 به اوکراین به عهده هر کدام از متحدان ناتو است. ای تو الزامی نیست از طرف که یک فرمانده ناتو و دبیر کل ناتو بگوید که 4 جنگنده هالند بده و 4 جنگنده سویدن و نه، هر عضو ناتو سیاست متفاوت داره، پس ای اجماع ایج وقت وجود نمیه. ضمن از اینکه میگن که جنگ در اوکراین یک جنگ تجاوزکارانه است، اوکراین حق داره خودش از جمله مثلا به اهداف نظامی قانونی در داخل خاک روسیه در خارج از خاک اوکراین هم حمله بکنه میگن. اولین بار است این رقم میگن. البته خب حالا دنمارک پیش قدم شده، ما خواهیم دید که اینا جرأت استفاده از F-16 را به چی ترتیب از خود نشان میدن. اینا دمی 2 سال نتونستن که راکت های موشک های در اختیار اوکراین قرار بدن که اندازه پروازش در حدی باشه که مثلا مسکو بزنن. چرا نکنن؟ آل F-16 را در دقایق 90 جنگ در اختیار اوکراین قرار میدن؟ من شخصا باور نمیکنم. خب ترولز لون پولسن وزیر دفاع دنمارک اعلام کرده که اولین جتای جنگنده F-16 تا تابستان امسال به اوکراین داده میشه. تا تابستان امسال چه تغییراتی در اوکراین در خطوط جنگ خواهد آمد که وزیر دفاع دنمارک از آل او را پیش بینی کرده نمیتونه. یعنی میبینیم یا به اصطلاح مردم ما شما میگه فلانی دلش به کار نمیشد داس خود دلش به درو نمیشد داس با کلوخ تیز میکنن، یعنی می نمونیش است. باز اگر شرط و شرایط است، آقای پولسن میگه که در صورتی که آموزش خلبانان و توسعه زیر ساختهای اوکراینی طبق برنامه پیش بره، دنمارک اولین هواپیماهای F-16 را
ظرف چند ماه آینده در اختیار اونا قرار میده. خواه یعنی که ایش ای گپا نیست، ای زمینه سازی های زیر ساخت سازی های مقدماتی اصلا وجود نداره در اونجا. میبینید یک کمپاین است، اما مجبور هستن غالبا به دلیل که روس حراسی یا ترس از حمله روسیه در اروپا رو به افزایش است. آلمان، نروژ، بلژیک دیگه کشورهایی که وعده تحویل جتای جنگنده F-16 را دادن، اینا هستن که همکنون میگن خلبانان اوکراینی آموزش ببینن. خب یکی آموزش است، یکی نشستگاه و برخواستگاه و خط پرواز است. اون در کجاست؟ با شاید از پایگاه ناتو شود. باز او دیگه طرف موضوع است که مضمون و هندسه جنگ تغییر میده. خب در این ارتباط رابرت پی استورچ بازرس کل پنتاگون میگه که اوکراین توانایی استفاده مؤثر از تسلیحات پیشرفته امریکا را ندارد. هیچ برنامه هم برای نگهداری سرویس یا تعمیر تانک ها ماشین های زیرهی و سیستم های دفاع هوایی که امریکا در اختیار اوکراین قرار داده، هیچ برنامه برای حفظ و نگهداری، ترمیم و بازسازی از اونا وجود نداره. یعنی اما تاسیسات میکانیکی مراقبت کننده نیست. وقتی که خراب میشه یک آرزه پیدا میکنه، مثلا تانک لیوپارد، تانک آبرامس در کجا ترمیم شود؟ اسلحه را روان کردن بدون خدمات الحاقی، یعنی خدمات پس از فروش به اصطلاح. هیچ در شرایط که اوکراین هر روز بیشتر در باتلاق جنگ فرو میره و خبری از کمک های مالی و نظامی بیشتر از غرب نیست، هم استاد شدن. این مقام پنتاگون گفته که شکست در برنامه ریزی توانایی اوکراین به خطر می اندازه. در برنامه ریزی چی؟ اسلحه به اوکراین داده میشه، بعد از یک دور ماموریت جنگی او اسلحه نیاز به تعمیر داره، کس او رو تعمیر کردن نمیتونه. پس دمون جایی که برده شده، دمون جایی که توقف کردن متوقف میمونه تا که بیا یک کروز روسی یا سرباز روسی او را از دور بزنه یا بگیرش. در این مدت مثلا امریکا 186 وسیله جنگی نقلی جنگی نو برادلی را در اختیار از اینا قرار داده. کم نیست، 186 تانک برادلی است، 189 وسیله نقلی پیاده نظام سنگین است به نام استرایکر. امیر که ما نام میگیریم شاید هیچ کدام از پیش اوکراینی نباشه، تخریب شده باشه یا در قبرستان وسایت باشه. 31 تانک آبرامز اینا دادن که خیلی قیمتی هم است و هیچ به درد اوکراین نخورد. و تعداد نامشخصی هم از سامانه های پدافند هوایی پاتریوت که داد، یک پاتریوتش هم روسا زد. خب برنامه که برای حفظ تعمیر و توسعه از وسایط در دست نیست، انتظار دارن که اوکراین حملات روسیه را متوقف بکنه. حملات روسا متوقف نخواهد شد، بلکه دست کم گفته میشه که چندین شهر دیگر اینا پلان دارن که بگیرن تا همین تابستان که اینا میخوان کمر اوکراین بسته بکنن. شهرهای دیگه مهمتر از اودیوکا را اینا تصرف خواهند کرد.